اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين در سال روز شهادت پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام و السلام قرار داریم ضمن عرض تسلیت این مناسبت جانگداز به محضر مبارک حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شریف و همه شیعیان و پیروان راستین اون حضرت مخصوصا خدمت شما عزیزان بیننده از خداوند متعال علو درجات و مقامات آن امام عظیم و شن رو مسئلت میکنیم و میخواهیم که توفیق پیروی و رهروی از راه آن امام را به همه ما و شما عنایت بفرماید بدین مناسبت راجع به یکی از ابعاد شخصیت امام باقر علیه السلام و سلام و به طور خاص به جایگاه علمی و تلاشهای فرهنگی امام باقر علیه السلام میخواهم نکاتی را خدمت شما عزیزان به صورت اختصار عرض کنم و انشاالله در اخیر توسل به محضر اون امام عظیم و شن پیدا خواهیم کرد قبل از آن یک نگاه اجمالی به زندگی امام باقر علیه السلام و سلام داشته باشیم همه می دانیم که اسم مبارک امام محمد و کنیش ابو جعفر گاه به ابو جعفر اول خونده می شود لقب هایی که برای امام باقر علیه السلام گفته شده است باقر، شاکر، هادی، امین و شبیه به این دلیل که شباهتشان به پیامبر اکرم وجود داشته است شبیه نیز لقب های اون حضرت گفته شده است اما مشهورترین آن همان لقب باقر یا باقر العلوم به معنای شکافنده علوم و دانش هاست که این لقب را نیز جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی اسلام در حقیقت شنیده است که پیامبر اکرم او را به این نام و به این لقب یاد کرده است منصب امام مشخص است که پنجمین امام شیعیان و هفتمین معصوم در بین چهارده معصوم تاریخ ولادتش اول رجب سال 57 هجری قمری یا به قولی سوم سفر همان سال محل تولدش مدینه منوره نسب اون حضرت نیز از پدر به امام زین العابدین علی ابن الحسین سید الساجدین شخصیت که نیاز به معرفی ندارد مادرش فاطمه دختر امام حسن مشتبه علیه السلام که مکناس به ام عبدالله بانوی ارجمند و از زنان بزرگ عصر خود که امام صادق علیه السلام درباره شعن و منزلت این بانوی مکرمه فرموده است جدم فاطمه بنت حسن صدیقه بود و در آل امام حسن زنی به درجه و مرتبه او نرسید امام باقر علیه السلام چون از نظر نسب پدری و مادری وقتی به امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما میرسد از این جهت او را علوی بین علویین و فاطمی بین فاطمیین گفتند و به این نام نیز نام کردند مدت امامت امام باقر علیه السلام بعد از شهادت امام زین العابدین علیه السلام در سال 95 تا سال 114 به مدت 19 سال و چند ماه است تاریخ شهادت امام باقر علیه السلام نیز هفته میزی هجه سال 114 هجری قمری و به قول ربیع الاول یا ربیع الاخر همون سال و سبب شهادتش زهری است که ابراهیم ابن ولید عبدالملک در ایام خلافت هشام ابن عبدالملک به اون حضرت خورانید و محل دفن و قبر اون حضرت قبرستان بقیه در مدینه منوره هست بعد از این نگاه اجمالی به اون موضوع اصلی بحث میپردازیم اشاره شد که امام باقر علیه السلام معروفترین لقبش همان باقر به معنای شکافنده دانش و علم یا شکافنده دانشها و علوم هست و از این جهت ما هم خواستیم به عنوان مقدمه ذکر مصیبت اون حضرت به این صفت و این بعدی از ابعاد شخصیت اون حضرت بیشتر توجه کنیم و انشاالله نکات رو در این جد خدمت شما به عرض میرسانم قبل از آنکه بتوانیم به جایگاه علمی و تلاشهای علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام اشاره کنیم لازم است که ابتدا نگاهی به اوضاع فرهنگی جامعه اسلامی اون روز داشته باشیم تا بدانیم که امام باقر علیه السلام در چه فضایی چه جایگاهی داشته است و چه خدمات را ارائه کرده است اجمالا اشاره می شود که امام باقر علیه السلام در دوره زمام امامت و رهبری را بر عهده گرفت که جامعه اسلامی از نظر فرهنگی وضعیت نابسامان و آشفته داشت گرفتار چالش های عمیق فکری و فرهنگی اعتقادی و مشکلات فراوان در زمینه های مختلف از جمله درگیری های فقهی و مذهبی بود حرکت گسترده در زمینه های مختلف علمی آغاز شده بود بحث و تبادل نظر در زمینه های گوناگون پیدایش مکاتب و مذاهب و سبک‌های های مختلف علمی به گونه فراوان مشاهده می شود. خطر افکار آلوده یهود و سیطره نظریات فرقه مرجعه جبریه قدریه و غلات مسائلی بود که حیات فکری جامعه اسلامی اون روز مخصوصا شیعیان را به شدت تهدید میکرد و در این دوران نقش درخشان امام در تنویر افکار عمومی و روشنسازی از هان دانشمندان و به خصوص خردورزان و خردمندان شیعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست در چنین فضای چهره علمی امام باقر علیه السلام و سلام بسان خورشیدی در سپهر علم و دانش پرت و افشانی کرد و در بیان برتری و بزرگی این جایگاه همین بس که بیشترین حدیث در بین جوامع حدیثی شیعه از امام باقر علیه السلام و فرزند برومن و ارجمندش امام صادق علیه السلام نقل شده است و این خود بزرگترین شاهد برجستگی شخصیت علمی امام باقر علیه السلام به شمار می آید دامنه گسترده روایات امام در زمینه های گوناگون اندیشوران اهل سنت را نیز بر این با داشت که آنان نیز از امام باقر علیه السلام حدیث نقل کنند و سخنان وی را در منابع حدیثیشان نقل و نشر دهند در چنین فضای کارهایی که امام باقر علیه السلام انجام داده است به صورت نکته های خلاصه خدمتتون تقدیم می یکی از کارهای برجسته امام باقر علیه السلام یک نهضت بزرگ و پویای علمی است امام در دوران امامت خودش با وجود فضای نامساعدی که وجود داشت اما با یک فرصتی که به صورت استثنایی پیش آمد با تلاش جدی یک نهضت بزرگ علمی را راه انداخت و به تشکیل و بنیانگذاری یک دانشگاه بزرگ اسلامی همت گذاشت که پویایی و عظمت آن در دوران امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید امام باقر علیه السلام بنیانگذار یک چنین دانشگاه مهم اسلامی و دینی است که با تشکیل حوزه درس در مقابل بسیاری از کجیها و انحرافات و نابسامانیها استاد و با مبارزه با مبانی مخدوش و با مسائلی که از جاهای دیگر مذاهب دیگر و حتی ادیان دیگر وارد شده بود به مبارزه برخواست و با تکه بر آیات قرآن کریم اصول ناب اسلام و مبانی محکم آن را بنا نهاد تمام ابواب فقهی و اعتقادی را با چنین روش مورد بررسی و تبیین قرار داد و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان اصر خود کمر همت بست دومین نکته که در مورد کارهای علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام می شود به اون نشاره کرد تحکیم بنیادهای تفکر شیعی است در روزگار امام باقر علیه السلام بسیار از شیعیان به مراتب عالی تشید دست نیافته بودن آنان در کنار استفاده از احادیث اهل سنت آگاهی های هم از احادیث شیعی داشتن اما این خطر وجود داشت که شیعه آموزه های آن با آموزه های دیگران مخلوط بشوند و چه بسا در زمین های مختلف موجب تضعیف مبانی شیعه بشود و از جمله بحث امامت که یک بحث مهم دینی و اعتقادی شیعیان هست اون گونه که باید شناخته بشود شناخته نشود و همین جد امام باقر علیه السلام در تحکیم این پایه مهم تلاش کرد با بیان احکام و مسائل بلند در تحکیم این مبنا تلاش ورزید چنانچه از امام باقر علیه السلام به نقل از ابی بسیر نقل شده است که میگوید روز خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم عرض کردم انتم ذریت رسول الله آیا شما ذریه رسول الله هستید؟ امام باقر علیه السلام فرمود نعم ابو بسیر می گوید قلت و رسول الله وارث الانبیاء کلهم پیامبر اکرم وارث همه پیامبران گذشته بود امام باقر فرمود بله قال نعم ورث جميع علومهم بله پیامبر وارث همه انبیاء گذشته و وارث تمام علوم انبیاء گذشته بود ابو بصیر میگوید قلت و انتم ورثتم جميع علم رسول الله صلی الله علیه و آله سلم حالا شما که خود را وارث رسول الله میدانید آیا وارث همه علوم پیامبر اکرم هستید امام باقر فرمود نعم بله ابو بسیر دوباره سوال میکند و انتم تقدرون ان تحی الموتا و تبرئو اول و الابرس و تخبرون ناسب ما اکلون و ما یدخرون فی بیوتهم اگر این گونه است که ادعا میکنید آیا قادرید این که مرده ها را زنده کنید و افراد اکمه و ابرس انسان های لال و گنگ رو شفا بدین و از خانه های مردم خبر بدهید که چی میخورن و چی چیزی را ذخیره میکنن خب اینا چیزهایی است که در مورد حضرت عیسی آمده است پیامبر اکرم که وارث پیامبران گذشته است این توانایی ها را دارد آیا شما هم که وارث علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستید این توانایی ها را دارید امام فرمود نعم به اذن الله بله ما هم به اذن خدا این کارها را انجام میدیم ثم قال ادنو منی امام باقر به ابو فرمود نزدیکم بیا تو منه من نزدیک شدم مسح یده علی وجهی امام دست مبارکش را به صورت من کشید فابصرت تو والجبل و و ابو بسیر میگوید یک مرتبه دیدم بیابانها را کوهها را آسمان را زمین را به صورت روشن می بینم ثم مسح یده على وجهه دوباره امام باقر علیه السلام دستش را به صورتم کشید به حالت اولی برگشتم در حالی که هیچ چیزی را نمی دیدم امام باقر علیه السلام فرمود این احباب تا تکون ها کذا کما ابسرته و حسابو که الله اگر دوست داری اون گونه که همه چیز را میدیدی اون گونه باقی بمانی خب همون گونه میتوانی باقی بمانی اما حسابت با خداست اما و این احببت تا تکون کما کند اگر دوست داری همون گونه که قبلا بودی همون گونه باشی و ثواب و کل جنه و در اخیر به بهشت دست پیدا بکنی خب اون گونه که در گذشته بودی همون گونه میخوام بمانی که ابوبسیر میگوید من گفتم که من میخواهم همون گونه که در گذشته بودم همون گونه میخواهم بمانم و به بهشت دست پیدا کنم در این روایت که از امام باقر علیه السلام نقل شده است با این تفصیلی که عرض کردم امام کوشید تا مقام امامت را به خوبی تبیین کند که امامت نیز مانند نبوت دارای مقامات و درجات است امام دارای صفات ذاتی مثل اسمت مثل علم لدنی امام وارث جمیع علوم انبیا هست وارث جمیع علوم پیامبر اکرم هست از نظر تکوین نیز میتواند به اذن الهی این گونه تصرفات رو انجام بدهد و عملا نیز این کار رو به برخی از اصحاب خودش مثل ابی بسیر نشان داد و به این وسیله توانست موضوع امامت را تا حدود جایگاهش را تبیین کند تا مردم بفهمند که این مسئله امامت و رهبری در این حدی از سادگی و سهلنگاری نیست که عده فکر می کنند که هر کسی را می شود به این مقام انتخاب کرد و هر کسی را می شود زمام امور جامعه اسلامی را به اونها واگذار کرد خب این یکی از کارهای امام باقر علیه السلام بود که توانیست این پایه مهم اعتقادی شیعه را تحکیم ببخشد و آن را استوار بسازد کار مهم دیگه امام باقر علیه السلام پرورش فرهیختگان و دانشوران بسیار هست امام باقر علیه السلام در رشته های گوناگون معارف اسلامی و دینی مثل فقه، مثل حدیث، مثل تفسیر و شاخه های دیگر علوم اسلامی افراد مهمی را تربیت کردند که هر کدامشون در رشته خودشون و در همون زمینه که آموزش دیده بودن یک وزنه سنگینی به حساب می آمدن پیش از دوران ما باقر علیه السلام دوران خفقان و ظلم و استبداد است که در تاریخ زندگی امام سجاد علیه السلام به خوبی مشاهده می کنیم که کسی ساده ترین مسئله از مسائل اسلامی و دینی را هم نمی توانست به خوبی به دیگران بیان بکنند که امام سجاد علیه السلام معارف دینی را مجبور شد در قالب دعا برای دیگران بیان بکنند و یا این که اگر میخواستن مسائل را هم به کسانی یاد بدهند و افراد نزدیکشون مثل پیشکار و خدمتکاران خودشون اینها رو میتوانستند بیان بکنن و بیش از آن نمیتوانستند و چنین اجازه و قدرتی به اونها داده نشده بود اما امام باقر علیه السلام در دوران خودش آمد به تشکیل مجامع و جمعهای علمی پرداخت تا بتواند از این طریق استعدادهای نهفته را تربیت کند شخصیتهای مهم به جامعه اسلامی تحویل دهد و در این راه نیز امام البته با محدودیتهای مواجه بود اما توانست با تدبیر با رعایت تقیه و با پنهانکاری این مسائل را پیش ببرد و این حوزه علمی خودش را رونق ببخشد امام با وجود این تنگناهایی که اشاره شد توانیست افراد زیاد بالغ بر 462 نفر که نام یکایک اونها در کتابهای رجالی از جمله در رجال مرحوم شیخ توسی ثبت شدهاند اینها را تربیت کنند که برجسته ترین اونها چند نفر است که به اونها اشاره میکنیم یکی زرارت ابن از بزرگترین راویان احادیث اهل بیت علیه السلام و از ثقات اونهاست شخصیت که امام صادق علیه السلام روزی به او فرمود ای زرار نامت در ردیف نامهای بهشتیان است احادیث بسیار در سنا و ستایش این شخصیت مهم وارد شده است دومین شخصیت تربیت شده در مکتب امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم فقفی است که او نیز از بزرگان و راویان احادیث اهل بیت علیه السلام هست احادیث بسیاری از امام باقر روایت کرده و امام باقر در بارش فرموده است که در شیعیان ما کسی فقیه تر از محمد ابن مسلم نیست ایشان در مدت عمر خودش سی هزار حدیث از امام باقر و شانزده هزار حدیث از امام صادق علیه السلام شنیده و آنها را رو روایت کرده است که قسمتی از آنها امروز در دسترس ما نیز قرار دارد او در زمان خودش جزء آبدان روزگار خودش و از مشهورترین افراد در عبادت و پرستش خدای متعال به حساب می سومین شخص ابو بسیر لیس ابن بختری مرادی او نیز از نزدیکان و شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود سخنان بسیاری را از اون دو بزرگوار نقل کرده است چهارمین فرد معروف برید ابن معاویه اجلیس که از بزرگان روزگار خیش و فقیه ماهر بود و در نزد امام باقر علیه السلام جایگاه ویژه داشت در مورد این چهار نفر حدیث از امام صادق علیه السلام نقش است که میفرماید هیچ کس به اندازه زراره ابو بسیر محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه یاد ما را زنده نگاه نداشت احادیث پدرم را احیا نکرد اگر اینها نبودن کسی تعالیم دین و مکتب پیامبر را گسترش نمیداد اینان پاسداران دین و امینان پدرم بودند که بر پاسداری از حلال خدا و حرام او کمر بستند آنان هم در دنیا به ما نزدیک بودند و هم در آخرت با ما خب اینا از شاگردان و تربیت شدگان مکتب امام باقر علیه السلام هست نظیر آن رو می شود به اسامی مثل جابر ابن یزید جحفی حمران ابن اعین حشام ابن سالم فزیل ابن یسار ابان ابن تغلب و بسیار از افراد دیگر اشاره کرد یکی دیگر از کارهای امام باقر علیه السلام پیریزی تدوین حدیث هست همه می که بعد از رحلت پیامبر اکرم تدوین و نگارش حدیث ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت حدودی 100 سال ادامه پیدا کرد و در این مدت ممنوعیت اثرات زیانبار فراوانی بر جامعه اسلامی تحمیل شد که یکی از اون ضررهایش همون رواج یافتن جل و تحریف و وارد شدن احادیث جلی به نامی اسرائیلیات هست اما امام باقر علیه السلام و سلام جز این خستین کسان است که توانیست به صورت رسمی تدوین حدیث را آغاز کند احادیث را که بیان میکرد شاگردانش آنها را می و برای حفظ آن تلاش میکردند کار دیگر امام باقر علیه السلام بنیانگذاری اجتهاد هست که پایه های اجتهاد را که همون مسائل معروف علم اصول هست اینها از امام باقر علیه السلام و سلام نقل شده است همزمان با پایگزاری اجتهاد اصیل با اجتهادهای نادرست با روش نادرست استنباط احکام نیز حضرت مبارزه می کرد با قیاس با استحسان با صد زرایه و امثال آن که دیگران اونها را مطرح می کردن و بر اساس اونها حکم صادر می کردن. امام باقر علیه السلام با اونها مبارزه کرد مرجعیت فقهی و موقعیت پاسخگویی علمی امام باقر علیه السلام یک دیگر از ابعاد شخصیت اون حضرت هست که توانست در زمان خودش پاسخگوی مسائل مختلف پاسخگوی شبهات گوناگون و همچنین حضور در مناظره های مختلف که این نقش امام باقر علیه السلام و نقش بسیار برجسته است که از جمله ابو حمزه سمالی میگوید نزد امام باقر علیه السلام در مسجد پیامبر نشسته بودم که مرد نزد من آمد و سلام کرد پرسید کیستی ای بنده خدا گفتم از کوفیان هستم چی می خواهی؟ گفت آیا ابا جعفر را می شناسی؟ گفتم بله چی کار داری با او؟ گفت چهل مسئله آماده کردم و در پی جواب آنم تا بدانم به کدام اونها باید عمل کنم در این هنگام امام باقر علیه السلام وارد شد در حالی که جماعتی از اهل خراسان و دیگر استانها همراه وی بودن و در مورد مسائل حج از امام می پرسیدن آن مرد نیز نزدیک امام نشست پرسش های خود را مطرح کرد و پاسخ میگرفت، و به این ترتیب که این نمونه است از نمونه های فراوان مردم با مراجعه به امام باقر علیه السلام مسائلشان را مطرح و جوابهایشان را دریافت می کردن. امام باقر علیه السلام با فرقه ها، نهله ها، مذاهب و حتی با افرادی که متعلق به ادیان دیگر بود نیز مباحث و مناظراتی دارد که پرداختنی به آنها فرصت مستقل و مجال بیشتری می طلبد که به اونها نمی پردازیم به هر حال این درخشش امام باقر علیه السلام بر مخالفین اون و بر دستگاه حکومت سنگین تمام شد وجود نازنین امام باقر علیه السلام را به این آسانی تحمل نمی توانستن. بارها در صدد بر آمدن که امام باقر علیه السلام رو از سر راهشون بردارن از جمله نقل کرده است که شام ابن عبد الملک امام باقر علیه السلام رو از مدینه به شام احضار کرد با عده از اطرافیان خودش تبانی کرده بود که وقت وارد شد من یک مقداری بر امام باقر اتاب میکنم وقت سخنان من تمام شد اطرافیان رو دستور داده بود تبانی کرده بود که اونها نیز به همین ترتیب امام را مورد اتاب و سرزنش قرار بدهند اما هر طوری بود در اون مرحله کاری از پیش برده نتوانستند بالاخره توسط سم امام باقر علیه السلام و را مسموم کردن در روایتی که در کافی و سائر درجات و کتاب های معتبر دیگر آمده است نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود پدرم بیماری سخت گرفته بود و بیشتر مردم از بیماری حضرت ترسیده بودند اهل بیت حضرت نیز به گریه افتاده بودند اما امام باقر علیه السلام فرمود من در این بیماری از دنیا نخواهم رفت زیرا دو نفر نزد من آمدند و به من خبر دادند پس از اون بیماری امام صحت یافت مدت گذشت حضرت سالم بود اما یک مرتبه دیگر امام باقر علیه السلام به امام صادق خبر داد که همان دو نفری که قبلا به من خبر بهبودی داده بود ام دفعه خبری شهادت را به من رساندن گفتم ای پدر بزرگوار من امروز تو را از همه وقت سالمتر می بینم و ناراحتی در تو مشاهده نمی کنم اما امام باقر علیه السلام همان گونه که اشاره شد این خبر را به امام صادق علیه السلام نقل کرد در روایت دیگر آمده است که امام باقر به فرزندش امام صادق علیه السلام فرمود مگر نشنیدی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که مرا از پس دیوار ندا می داد ای محمد بیا و زود باش که ما انتظار تو را می کشیم امام باقر علیه السلام در چنین روزی دار فانی را ودا گفت و مدینه با رحلت و شهادت امام باقر علیه سلام سراسر غرق در ماتم و حزن و اندوه شد شیعان امام باقر شاگردان اون حضرت در کنار امام صادق علیه سلام به ازاداری و سوگواری پرداختن و تا قبرستان بقی بدن نازنین امام باقر علیه السلام را تشییع کردن با عزت و با احترام با مراسم باشکوه که برای امام باقر علیه السلام شکل دادن اون حضرت را به خاک سپردن صلی الله علیه یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله يا حجه الله على خلق يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه عند الله اشفع لنا عند الله یا باقر از فرت غمت افسرده گشتیم از غصه جان سوز تو مرده گشتیم پنجم امام و هفتمین معصوم هستیم جانم فدایت پس چرا مسموم هستین جسم شریفت از چه کم کم آب گشته بنگر صادق از غمت بیتاب گشته تو یادگار آخرینی کربلایی تو داغدار و دلغمینی کربلایی اشاره شد و شام ابن عبد الملک امام باقر را از مدینه به شام احضار کرد سه شبان روز امام باقر را بیرون شهر نگه داشته بود اجازه ملاقات نمیداد. اما بعد آنم که اجازه داد با اتاب و خشم با امام باقر برخورد کرد این خاطر خاطر دیگری را برای امام باقر به یاد آورد امام سه چهار ساله بود یک بار دیگرم در همین شهر شام آمده بودن با کاروان و سرای کربلا اون دفعه شبان روز بیرون شهر شام ماندن تا شهر شام را آزن ببندن یا امام باقیر چقدر خاطراتی داشت امام از این شهر شام با من جسم اوریان دیدم پیکر شاه شهیدان دیدم آتش افکندن میان خیمه ها دشمنان را شاد و خندان دیدم بسته بودن دست های باب من من اسیران را پرنشان دیدم دیدم من در طبق رس حسین اما امرا زار و گریان دیدم گشتم من تشنه زهر جفانا از هشام ظلم فراوان دیدم میگه امام باقر علیه السلام وصیت کرده بود بعد از من در اتاق من شم و چراغی روشن کنید این مراسم تا زمان امام زادق بعد از اون ادامه پیدا کرد یه سفارشی دیگر هم امام باقر داره یه مبلغ تعیین کرده بود سفارش کرده بود ادی در منا به مدت ده سال برای امام باقر در ایام حج ازاداری کنن نوه خانی کنن مصیبت امام باقر رو برای حاجی ها یا امام باقیر غریبی و مظلومیت تو زیاد بود یا جد مظلومت ابی عبدالله الحسین که بعد شهادتش نتنا تجی جنازه و غسل و کفنی صورت گریب نه تنها برایشون شم و چراغی روشن کردن بلکه <سؤال> بدنهای نازنینشون زیر آفتاب سوزان کربلا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبو و سیعلم الذین ظلموا أي قلبي ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم